حرف حضرت امیر هم همینه، حرف قرآن هم اینه. نگاه بکنید خوب عنایت داشته باشید. حضرت امیر میگه از این در فقر بیاد، از اون در ایمان میره بیرون. متاسفانه در کشور ما در برخی از موارد و در برخی از اوضاع اصلا بحث عدالت عام پیگیری نشد. متاسفانه اصلا که نگه بگیم نامردی کردیم، یه حسابیه. من حرفا پس میرم توی برهای عملی نشد. مثلا سیاست ریاضت اقتصادی که ما در پیش گرفتیم بحث بر این بود که یه جاهای فقط ثروتمند بشن، بقیه جاها بذار بسوزن، مجبوریم. اینایی که ثروتمند شدن بقیه رو میکشن میارن بالا، در حالی که این سیستم سیستم اسلامی نیست. سیستم اسلامی برای اینکه به همه باید یکسان برسی. حرف ما هم همینه عزیز دل من. خود من دغدغه دارم. فرمان 8 ماده‌ای رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز رو زمینه. هنوز رو زمینه. بذار من بهت بگم. خودش بخواد بیاد اجرا کنه میگه دیکتاتوره. آقا به رئیس جمهور رأی دادیم که فلان بشه، به امان بشه، نمیدونم چی بیاد. نیاد میگه بچه رو کارش میکنه. عین همین حرفا رو به حضرت علی زدن. عین همین حرفا رو. حضرت علی گفت من حکمیت قبول نمی کنم. حق با ماست. گفتن باید قبول کنی. مگه میتونی قبول نکنی؟ گفت حکم من مالک اشتر. گفتن نه. گفت جنده بزدی. گفتن نه. گفت ابن عباس. گفتن نه. گفت کی؟ گفتن ابو موسی اشعری. رفتن فهمیدن معاویه دروغ گفته. چی شد؟ برگشتن به حضرت علی گفتن باید توبه کنی. گفت از چی توبه کنم؟ گفت از اینکه برات ما گوش دادی. ببین با چی جونه برای طرف بوده. خدا شهاده آدم اصلا میسوزه. ببینید بحث اینه. نگاه کنید عزیزم، بهتون گفتم توی حکومت ولی معصوم یک طرف نبند. آقای به خاطر شدید یه سری از سوالاتم فیلم عکس بخواد من مجبور شم نشون بدم. تو حکومت ولی معصوم خوب عنایت داشته باشید. گفتیم اصل حکومت از کجاست؟ بچه دقت کنید، از بالا. مشروعیت از بالا، مقبولیت از پایینه. ببینید یک نفر به عنوان مسئول حکومت میتونه چیکار کنه؟ گوش زد بکنه مسئله. خیلی بخواد فیزیکی بیاد مقبولیت زیر سوال رفته. یعنی باید خود مردم هم بخوان. متوجه این؟ ما بحث عدالت رو ببینید برای ما جا افتاده. ما از دزدی‌ها ناراحتیم. تهران سوار تاکسی شدم. خوب دقت بکنید. بحث خیلی خوب پرسیدن. تو تهران سوار تاکسی شدم، یارو داشت مینالیدا. منم هیچی نگفتم. گفتم بذار آی فلان شده و برمان شده. کرای ما تا خونمون تا مترو 300 تومان بود اون موقع، اون قبل یارانه ها بود. بعد خدمت شما رسیدم اونجا یارو 400 تومان از ما گرفت. یه خودش میگه همه دزدن فلان ها. گفتم کرایش 300 تومان بشه. با 100 تومان چیزی نیست، اما من آدم نیستم باج بدم. من مدلم اینجوریه. گفتم کرایم 300 تومان شد. گفت نه خیر 400 تومان. گفتم چی گفته؟ گفت من میگم. گفت یارو 60 سالش بود. گفتم یادت میگفت اونا دزدن؟ گفتم آره اونا تان دزدی. دوز آقا این پیرمرده به هم ریخ. حاجی شد بیا پایین فلان فلان. گفتن این مردی به پایین، یه حالی من به تو میدم دیگه. اونجا جاش بود که ما فیزیکی هم باید برخور میشم، آزمون جهاد بود. خب خدمت شما جدی به من میزدم یه خورک لهش میگردم تا بفهمید حرف مف نزنه. عزیزم میخوام اینو بگم، همین یارو رو میبینی این تو نگاه کن 300 تومن بکنی 400 تومن، یعنی معادل 30% کرایه داره میکشی روش، 1/3 کرایه داره میکشی روش. یعنی این اگه پس فردا وزیر بشه یه چاه نفت خالی میکنه، استعدادشو داره. این دیگه همون میخوام بگم اگه زمانی ما داریم مینالیم خودمونم نگاه کنیم. من استاد دانشگاه تو حرف زدنم دزدی میکنم؟ خیلی جا میخوام حقو بگم، میگم نگو به لحاظ سیاسی به نفعت نیست، فلان میشه به همان میشه به درک تا پدر اون سیاست لعنت که بخواد من از حقانیت دور بکنه. اصلا نه. بحث دیگه در مورد این پرسیدی. بله آقا، بله. ما باید کار کنیم عزیز دل من. تا موقعی که این برزاده آقازاده ها دارن میچاپن عمره نشه. ببین برادر من، و منابع اقتصادی محدوده. میدونی یعنی چی؟ یعنی 100 میلیون پوله مثلا بعد برسه به 70 میلیون. مثال میزنم یکی 10 میلیون برداره، خب معلومه یکی دیگه نمیرسه. معلومه به یکی دیگه نمیرسه. اینا باید کار بشه عزیزم. کی باید کار کنه؟ من و تو. باید اینقدر بتونیم کار بکنیم، فشار بیاریم، رسانه‌ای بکنیم که اینا به آقا طرف بدبخت آفتاب دزده میارنش تو تلویزیون، این آفتاب دزدیده هست، بررسی کنیم. این احتمالا فرزند طلاق بوده است. میشینه ستام یارو میز میذاره، این فرزند طلاق بوده، آفتاب دزدیده. بابا یارو سایت مشرق نیوز رو خوندم، مخمدود کشید. بزرگترین بدهکار اقتصادی به سیستم بانکی ما داره راست راست میچرخه. با چقدر بدهکاری؟ 1000 میلیارد تومان.
هزار میلیارد تومان یعنی میشه میدونی یعنی چی؟ یعنی میشه به یک به هزار نفر نفری یک میلیارد تومان پول داد. یک میلیارد تومان. نه به 10,000 نفر 100 میلیون پول داد. نه به 100,000 نفر 10 میلیون پول داد بتونن برن ازدواج کنن. بتونه بره شغلش رو بگیره. این چه جوری داره راست میچرخه؟ بدنه قوه قضاییه‌مون باید درست. ببین با رئیس قوه قضاییه عوض کردن هیچ فرقی نمی‌کنه. ببین اون کسی که نگاه کن 15 سال پیش استخدام شده، اون همون هست. چه رئیس جمهور عوض بشه، چه رئیس قوه قضاییه، این هم جاشون عوض میشه. نه اون تو همون سیستم هستن. بدنه ما، این بدنه میانیه که باید کار بکنیم. بحث بازرسی کشور ما به لحاظ قوانین کم نداره، ما عالیه. زمانی که ما سیگار رو ممنوع کردیم اتحادیه اروپا 25 سال بعد ما ممنوع کرد، اما خدا وکیلی الان تو ایران میتونی سیگار بکشی یا تو اتحادیه اروپا؟ ایران. یارو تو اتوبوس بودیم جلو ما سیگار کشید، گفتم خاموشش کن. طبق قوانین زیر جای مسقف سیگار کشیدن ممنوع. نگاه بارو بابا پلیس ها پیداش کردن، گفتم یارو داره سیگار میشه. پلیس ها بودش و گفت سیگار میشه، گفت آره پرو گفت آره، یه بو هم کردید بو سیگار میشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که با ما گفت خب حله شکایتنامه‌تون بنویس. گفتم خوش نوشتم و گفت خب برن دیگه. گفتم کجا برن؟ گفت شما باید اینجا وایستی. ما اینجا وایستیم بقیه برن دیوانه. گفت ما همینه دیگه، یا ببخشش یا همینجا باید وایستی. ما دیگه کلی خودمون رو کشتیم، گفتیم جلو اون تو رو خودمون ضایع نکنیم، بیا تو اتوبوس بگی ببخشید. یارو من تو اتوبوس گفت ببخشید دیگه این کار نمی کنم. ما مثلا اومدیم مثل شیر شیان نشستیم در حالی که روباه فلان بودیم. یعنی ضمانت اجرایی نداریم. ما باید به آقا باید شروع کنیم جامعهمون اصلاح کنیم. از همونی که آشغال میندازه بیرون از تو خونه توی ماشینش میبینی یعنی چی؟ یعنی گوره پدر بقیه مردم. مهم همین چهاردیواریه، اینجا تمیز بشه به درکش. متوجه شدی؟ از همون باید شروع کنیم. ما امر به معروف کردن از همون باید شروع کنیم. و تواصو بالحق سوره بعد اصل میگه امام زمان میخواد بیاد به این کارو کنه. تواصو بالحق و تواصو بالصبر.